با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب مرد همراه هم نوشته خانم سیمین بهبهانی خواهند پرداخت. یادداشت: نازنین دوستم خانم سیمین دانشور در روزهای خودباختگی من نگران حالم بود و او نگران حال همه اهل قلم است. مرا در هنگامه از دست دادن آن همراه از پای نشسته و ناتوان یافته بود. در یک گفتگوی تلفنی که با هم داشتیم چنین گفت: سیمین عزیز، سرت سلامت، غمت کم و شعرت مثل همیشه در اوج باد، که این تسلای تو و ماست و منوچهر هم همین را میخواست. میدانستم که میخواست بار دیگر با قلم آشتی دهدم و توانسته بود، نه آن روز که روز دیگر قلم برداشتم و به سادگی نوشتم آنچه در بخش نخست این دفتر می‌خوانید. اگر پریشان نوشتم از آن است که پریشان بودم و فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت. همه نیاز به نوشتن بود و بس. بخش دوم را اما دو ماهی مانده به روز واقعه نوشته بودم، تا بدانجا که مرد به جستجوی آتش رفت. وقتی دوباره خواندمش گفتم: آتش تور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟ و بر آن افزودم: افتاده بود مرد. و دریافتم که نوشته پایان گرفته است، پیش از آن که من به پایان اندیشیده باشم. سیمین بهبهانی، زمستان 1363. به یاد منوچهر کوشیار که مهربان بود و یار، روحی به پاکی آسمان داشت و دلی به بزرگی دریا، این را گواه منم. پاک دامن بود و حق گذار، در دوستی از خود گذشته و استوار، این را گواه یارانند. پرورده پدر و مادری نجیب و فرزانه بود و عاشقوار کسان و بستگان را دوست می داشت، این را گواه عزیزانند. همیشه کوشید که از رنج دیگران بکاهد و باری بر دوش کس نگذارد، حتی به هنگامی که درد بر قلبش چنگ افکند، این را گواه مرگ است. یک سالار قصه من. چون شد آن سوار، چون شد رفت و دیگرش ندیدم، ماه تیر بود و اشکم رنگ خون و چند باران. 20 روز است که پیش چشمان اشکالودم در خاکش گذاشتند. میدانم که دیگر بازگشتی نیست، اما هنوز در وضع خوابگاه خود تغییری ندادم. شبها که به خواب حول خود میروم، همیشه صدای نفسهای کسی را احساس میکنم. در خواب آنقدرها هوشیار هستم که بدانم او دیگر اینجا نیست و گمان میکنم که یکی از عزیزان برای رهاییم از تنهایی در کنارم آرمیده است. اما وقتی چشم می گشایم با حیرت می بینم که نیمه تخت خالی است، خالی خالی. یک روز برای اطمینان خاطر از کسانم پرسیدم: از شما دیشب کسی در اتاق من خوابیده بود؟ همگی گفتند نه. هیچ نگفتم و دانستم که باید دیگر در این زمینه چیزی نگویم، وگرنه به جنون و مالی خولیا متهم خواهم شد و تصور این اتهام در مورد من بسیار آسان است.
امروز سپیددم که چشمانم را گشودم، طبق معمول به ساعت بالای سرم نگاه کردم. عقربه کوچک روی 5 بود. من همیشه به زود برخاستن عادت داشتم. از گوشه نیمه باز پرده آسمان را می پاییدم. کمی ابری بود. این شعر اخوان را در ذهن مرور می کردم. ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گریند. واقعا پر از ابر بودم. چند روز است که نمی گذارند رانندگی کنم یا تنها از خانه بروم بیرون. تصمیم خود را گرفته بودم. بی هیچ صدایی برخاستم و روپوش و روسری را برداشتم. با کلید پاکش قراضه‌ای که نه بنزین کافی داشت و نه اطمینان برای ترمز و فرمان و غیره، پشت فرمان بودم. پسرم علی سراسیمه پرسید که کجا؟ گفتم همین نزدیکی ها. گفت مبادا به خارج شهر بروی. گفتم نه، آنجا را عصر با کسی خواهم رفت. دیگر توقف نکردم، می رفتم. بزرگراه کرج را با سرعت 120 می رفتم و در میان اشک‌ها این ابیات حافظ را زمزمه می کردم. دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس. به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی می برم از مردم نادان که مپرس. گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد، هر کسی عربده ای، این که مبین، آن که مپرس. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت آن می کشم اندر خم چوگان که مپرس. وقتی مصیبتی روی کند و زخم درون به نمک شماتت ظاهربینان تنگ حوصله آزرده تر شود، مصیبت دو چندان است و به راستی هر کسی عربده ای. من دوست ندارم پیش روی مردم گریه کنم. دوست ندارم بار غم خود را به دوش آنها بگذارم. دوست ندارم چهره مغرور و مطمئن مرا در هم شکسته و خار ببینند. دوست ندارم در شیون و زاری با دیگر سوگواران مسابقه بگذارم تا جایزه ترحم دوستان را به چنگ آرم. بارها در این مصیبت نالیدم که یارب بر خلق ناتوانم نکنی، در بوته صبر امتحانم نکنی، از طعنه دشمنان مرا باکی نیست، مستوجب رحم دوستانم نکنی. اینک مجالی بود و خلوتی تا اشک‌ها را که در درونم دملی پر داغ و خون ساخته بودند به غم نیشتر زنم و خالی شوم. راه دراز بود و سرعت نوار جاده را می‌بلعید، اژدهایی که ماری را هریسانه به کام می‌کشید. به زودی آن توده درخت که مثل آتش فشانی سبز از زمین جوشیده و بیرون ریخته بود و آن گنبد کوچک زنگاری نمایان شد. بر سر گور دو عزیز نشسته بودم. ارژن نوه 8 سالم، نیلوفری که سپید دمان شکفت و خورشید برایان پژمرد. بر سر گور دو عزیز نشسته بودم. ارژن که سنگش هنوز تراوت و تازگی داشت و منوچهر که گورش هنوز سنگ نداشت و تنها چند گلدان شمعدانی بیگل به گونه سوگواران بر گورش سر در هم آورده و با من می‌گریستند. توتستان بزرگ و سرسبز آغوش گسترده بود. من اما در آفتاب سوزان میان دو گور از عشق جویی روان کرده بودم و هر بیت حافظ را که مناسب حال می‌یافتم به آوازی که به سکسکه بیشتر شبیه بود می‌خواندم و نمی‌دانم چه مدت گذشت تا به این غزل رسیدم که فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان. گفتم خب فاتحه و خواندم.
برای هر دو و برای همه. آن طرف چند کارگر مشغول تسطیح زمین‌های اطراف بقعه امامزاده طاهر بودند. نسبش به که میرسد و از کجا آمده و چه کسی خواب نما شده است؟ اندیشیدن به این پرسش‌ها بیهوده است. جایی است که مردگان را کریمانه در آغوش می‌گیرد و زندگان را امنیت خاطر می‌بخشد، ولو به ذریحی چوبین یا آهنین و گنبدی کوچک و زنگاری که در زلال آسمان و نور آفتاب تن می شوید. می خواستم بازگردم. کارگرها با لحن ساده گفتند خدا بیامرزدش. متولی آرام و دنیا دیده که از پیش او را می شناخت با لحن مطمئن گفت او آمرزیده است. پرسیدم چه می سازید؟ متولی گفت شبستانی برای سوگواری و محلی برای وضو و جایی هم برای نماز. گفتم قرار بود کتابخانه‌ای هم؟ گفت بله آنجا، و با دست گوشه‌ای را نشانم داد. یکی از کارگرها با مهربانی روستاییش داشت چرخ پنچر شده پاکش قراضه‌ام را عوض می‌کرد. من روی سنگ گوری نشستم. نیمکتی. آشنایی ما از روی نیمکتی آغاز شد، نیمکتی از کلاس اول دانشکده حقوق. گفتم جزوه حقوق مدنیتان را به من امانت می دهید؟ گفت اگر شما دو کتاب جای پا و چلچراغ را برایم بیاورید البته. گفتم معمولا کتاب را باید خرید. و بعد با غرور مخصوص روزگار جوانی اضافه کردم آخر کتاب را نباید بیهوده پخش کرد، بی ارزش می شود. متوجه منظورم نشد و اصلا شاید خودم نیز منظوری نداشتم جز تکرار یک فرمول کلیشه‌ای یا شاید نوعی تفاخر زود به شهرت رسیدن و به اصطلاح غوره نشده مویز شدن. رنگش تغییر کرد و گفت مگر قیمتش چند است؟ با آشفتگی و بی توجیهی گفتم خیلی خوب، فردا برایتان می آورم حتما. جزوه را به دستم داد. تقدیر یا تصادف، هر چه می خواهید اسمش را بگذارید، مسیر زندگی با کوچکترین حادثه تغییر می کند. آن سال در کنکور دو دانشکده موفق شده بودم، حقوق و ادبیات. در انتخاب مردد بودم. فکر می کردم که تحصیل در دانشکده ادبیات می تواند ذهن شعریم را بارور کند. در نخستین روز ورودم به این دانشکده، زنده یاد دکتر معین به کلاس آمده و بر کرسی نشسته بود. نگاهی گذرا به 40-50 دانشجویی که آرام و مشتاق انتظار می کشیدند انداخت. سپس نگاهش روی چهره من خیره ماند. پرسید شما همان شاعره نیستید؟ سرخ شدم و با حجب همیشگی خود گفتم بله. حجب من همیشه مایه آزارم بوده است، به حدی که در کودکی و نوجوانی آنگاه که به اتوبوسی سوار می شدم 3-4 ایستگاه از مقصد می گذشتم تا بتوانم با صدایی شبیه صدای جوجه خروس به راننده بگویم نگه دار، و از میان خنده مسافران فرار کنان خود را به خیابان بیاندازم و با خود عهد کنم که دیگر غلط زیادی نکنم و سواری را بر پیاده روی ترجیح ندهم. به هر حال زیر نگاه نافذ استاد در هم شکسته می شدم. صدایم کرد، به ناچار از روی نیمکت برخاستم و برابرش ایستادم. متنی سراسر عربی و بی اعراب به دستم داد و گفت بخوانید. چنان آشفته بودم که گویی هندی خواندم. نیمه تبسمی آرام و باوقار کرد و گفت تماماً غلط بود. سقف دور سرم میچرخید، گویی که همه چشم ها از سقف رویده بودند و نگاه های نیزه‌ای خود را به صورتم پرتاب میکردند.
زانوهایم سست شده بود. گویا گفتم این متن اعراب ندارد، از کجا درست بخوانم؟ و شنیدم که گفت به هر حال شما باید بتوانید آن را بخوانید. چشمهایم می سوخت، روی لبها و گونه هایم گل آتش گذاشته بودند. به جای خود بازگشتم بی آنکه بدانم در اطرافم چه می گذرد. در خانه اندیشیدم که دیگر به دانشکده ادبیات قدم نخواهم گذاشت. اصلا چرا باید تحصیلات کلاسیک داشته باشم؟ بهتر است خودم مطالعه کنم. اما یک باره به خاطرم آمد که هنوز مهلتی برای رفتن و نشستن در کلاس‌های دانشکده حقوق باقی است. آنجا صحبت از قوانین و تکالیف است و حتما کسی به من نخواهد گفت به هر حال شما باید آن را بدانید، و چنین کردم. باز حافظ به یادم آمد. در کودکی وقتی حتی درست نمیتوانستم همه کلمات را بخوانم، غزلی را فال زده بودم و این بیت در خاطرم مانده بود: مکن به نام سیاهی ملامت من مست، که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت. باری تقدیر یا تصادف مرا به دانشکده حقوق کشیده بود. قبل از اینکه از منوچهر جزوه حقوق مدنی را بخواهم، مدت‌ها بود که در میان 800 دانشجوی همکلاسم متوجه او شده بودم. وقتی که از پله‌های گسترده و هلالی جلوی دانشکده بالا می‌رفت، پیکر خود را می‌خماند و یک دست بر زانو می‌گذاشت و چهره جوانش در زیر آفتاب چین می‌خورد و من خطوط رنج را آشکاره از آن می‌خواندم. از توجه به رفتارش غمی در دلم موج می‌زد. می‌خواستم بدوم و کمکش کنم، اما او تمام عمر از پذیرفتن کمک دیگران بیزار و بی‌نیاز بود و تصور این حالت او در ذهنم نقشی جاودانه زیبا ساخته است و عظمت روح، عطوفت و یاریگری و صفای ضمیرش به رغم ضعف ظاهر همیشه موجب شگفتی من و نزدیکان او می شد. او تمام عمر از پله بیزار بود. در زندگی مشترک من هر جا که می خواستیم با هم برویم می گفت خدا کند که پله نداشته باشد. هر وقت که لازم بود از پله بالا برود، دیگران را و حتی مرا از محل دور می کرد. می گفت شما بروید، من در تنهایی بهتر این کار را انجام می دهم. می گفت من با مغزم راه می روم، باید تمرکز حواس داشته باشم، حضور دیگران این تمرکز را برهم می زند. روی نیمکت نشسته بودم و به جزوه نگاه می کردم. چقدر مرتب و تمیز و خوشخط بود. گفتم شما خط زیبایی دارید، اما بیشتر به زیبایی خط توجه کرده اید و کمتر به خوانایی. بعضی از کلمات را نمی توانم بخوانم. اگر خواناتر نوشته بودید بهتر بود. و تمام عمر با علاقه حیرت انگیز شعرهایم را می نوشت. آنقدر خوانا، آنقدر مرتب که هرگز حروفچین دچار اشکالی نمی شد. فردای آن روز برایش دو کتاب جای پا و چلچراغ را آوردم، اما مغرورانه از نوشتن هر جمله‌ای سر باز زدم. گفت این هدیه است، چیزی بنویسید. گفتم فکر کنید که خریده اید. می دانستم که هنوز از شعر چندانی نمی داند و بعدها در شناخت شعر به مرحله‌ای رسیده بود که اظهار نظرش برایم مقتنم بود. او شعرها را می‌خواند و حتی در مورد همان شعرهای ساده آن روزگار من توضیحاتی می‌خواست و من نیز در مورد پاره قوانین و متن جزوه‌اش از او پرسش‌هایی داشتم. یک روز گفت شما متوجه بیماری من نشده اید؟ از مدت‌ها قبل متوجه شده بودم. با خونسردی گفتم نه، کدام بیماری؟ گفت من میوپاتی دارم. گفتم
من از اصطلاحات پزشکی آگاهی ندارم و در ظاهر هم چیزی حس نمی کنم. گفت سال پیش درس نخواندم و امتحان ندادم. همینطور گشتم. یک سال پیش از من وارد دانشکده شده بود و من می دانستم. گفتم چرا؟ گفت روحیه نداشتم. برای بیماریم خیال داشتم به آلمان بروم، ولی پروفسور سمیعی عقیده دارد که در آنجا هم نمی توانند برایم کاری انجام دهند. بنابراین از رفتن منصرف شدم. گفتم پس امسال که خیال رفتن به آلمان ندارید، حتما درس خواهید خواند. به علاوه من ممکن است به کمک شما نیاز داشته باشم. آشکاره دیدم که چشمانش درخشید. او تمام عمر یک کمک دهنده خوب بود. از هیچ قدم خیری فروگذار نمی کرد. هرچند گامهایش به قدرت آنها که از هر قدم خیر دریغ دارند نبود. گفتم قول می دهید که به جای من همیشه در کلاس ها حضور داشته باشید؟ گفت قول می دهم. هر دو سه روز یک بار که به دانشکده می رفتم گزارش حضورش در کلاس ها را می داد و جزوه ها را که از هر کدام دو نسخه تهیه کرده بود برایم می آورد. یک روز انگشت وسطای خود را نشان داد که برجستگی روی آن نمایان بود. گفتم چیست؟ گفت از بس نوشتم. گفتم مزاحمتی برایتان ایجاد کردم؟ گفت نه، من این کار را با علاقه تمام انجام می‌دهم. اگر شما می‌پسندید من خیلی خوشحال هستم. گفتم برای شما فایده‌ای هم دارد؟ گفت مسلماً دیگر احتیاج به خواندن مجدد ندارم. زیاد سیگار می کشید و من اصلاً عادت به کشیدن سیگار نداشتم. گاهی یکی تعارفم می کرد. یک روز دیر آمده بود. پیش از آمدنش احساس کردم که دلم می خواهد سیگار بکشم. مغازه عطاری آن سوی خیابان از پشت نرده‌های سبز دانشکده نمایان بود. سیگارهای روی هم چیده وسوسه هم می کردند. در بزرگ آهنی قفل بود. از لای نرده ها بیرون خزیدم و با یک بسته سیگار فروردین بازگشتم. وقتی که آمد با تعجب به من و سیگارها نگاه کرد. گفتم گمان می کنم عادت کرده باشم. خندید که عیبی هم ندارد. در دل گفتم مبادا که به این دوستی هم عادت کنم. اما یک لحظه به خود اطمینان دادم که هرگز. از پوچی زندگیم احساس خستگی می کردم. این گفته را باور داشتم که لذات زندگی چون نوشیدن آب شور آتش را بیشتر می کند. با سن کمی که داشتم محبت و احترام و تشویق و گاهی تملق بسیار دیده بودم. اغلب بیان که پشتوانه از شناخت واقعی شعرم داشته باشد. عکس‌های رنگ و روغنی هم در پشت روی رنگین نامه‌ها فراوان چاپ شده بود. با مصاحبه‌های آبکی آب به آسیاب تاجران افکار ریخته بودم. شعرم گرته‌ای از همدردی با مردم داشت و طرفداران حکومت مردمی هم نامم را تا دائره المعارف کشانده بودند. در پاکستان رساله‌هایی از ترجمه شعرهایم به اردو و انگلیسی و عربی به چاپ رسیده بود. در بعضی کشورهای غربی نیست. خیال می کردم چیزی شدم و محبتها را به حساب ارزش هنر خود می گذاشتم. غافل از آن که داستان پر طاووس در اوراق مصاحف بیان کننده شمعی از احوال من و امثال من در آن روزگار جوانی است و نمی دانستم که میان من و هنر واقعی درازای راهی است که ممکن است تا پایان عمر نیز به پایان نرسد. از فرقه های سیاسی به سختی سرخورده بودم و فکر می کردم دست کم در زمان و مکانی که ما هستیم جوانان فریب کلمات سیغل خورده و تو خالی را می خورند و به هنگام خطر سرکردگانشان آنها را به تیغ بلا می سپارند و خود به سایه امنی می گریزند. رویدادهای بعد از 28 مرداد 32 و پیش از آن برایم معید این طرز فکر بود.
پس به معاشرت‌های ظاهراً عارفانه دل بسته بودم و در محافل و مهمانی‌های اهل ذوق شمع جمع یا به قولی زینت المجالس می شدم. لای و لجن این گونه معاشرت‌های بی هدف می رفت که روح مرا بیالاید و پشت نگاه‌های تحسین هزار رنگ و نیرنگ. دو پسر 5 و 6 ساله و یک دختر 1 ساله همه علاقه واقعیم به زندگی بود. از همسرم دل خوشی نداشتم. میان ما از مدت‌ها پیش بیگانگی جسمی و روحی سایه افکنده بود. دو بیگانه در یک خانه میزیستیم بیان که کوچکترین توقع مادی و معنوی از یکدیگر داشته باشیم. فقط وجود 3 کودک خردسال مرا به ماندن در زندان تنگم مجبور می کرد. در عین جوانی و بی تجربگی می دانستم به راهی می روم که پایانی جز وحشت و نفرت و آلودگی نخواهد داشت. گاهی که منوچهر به ناسازگاری طبیعت در مورد خود اشاره ای می کرد، من نیز سازگاری طبیعت را که سلامت و قریه جزئی از آن بود به محاکمه می کشیدم که خوشبختی ارمغانم نداشته بود و به حق یا ناحق و از سر ناسپاسی شکوه می کردم و حدیث سوت دلی ما را به هم می پیوست. می خواستم باور کند که کمال در پشت پرده ظاهر نهان است و او این کمال را در خود دارد و به او اطمینان می دادم که از من خوشبخت تر است. یک روز گفت: از این دانشجویان خیلی ها علاقه دارند به شما کمک کنند و من این بخت را داشتم. و دیگر ادامه نداد. می دانستم چه می خواهد بگوید. گفتم: من فقط از شما کمک خواستم، نه از دیگری. گفت: قول می دهید که تا پایان دوره دانشکده به همین ترتیب بگذرد؟ گفتم: قول می دهم و تا پایان زندگیش از هیچ کس جز او درخواست کمکی نکردم. یک روز از زندگی خصوصیم پرسید. جسته و گریخته اشاره هایی به مهمانی ها و وقت گذرانی ها کردم. گفت: این محافل شبانه چه کمکی به شعرتان می کند؟ گفتم: هیچ. گفت: اگر شرکت نکنید می توانید این وقت را صرف مطالعه و سرودن شعرهای تازه کنید. گفتم: حتما. گفت: پس حیف از وقت و شعر و آبرو و خوشنامیتان. این توصیه او از هوشیاری ذاتیش سرچشمه می گرفت. آن ماجرای نوازنده سنتور و یاوه ها و خیال بافی هایش، آن داستان شاعره رقیب و شیطنت های کودکانش، آن قصه خوشباوری خودم و کابوس هولناک و افتادن به بستر بیماری، همه در سرم دور زد. گفتم: چه باید کرد؟ گفت: پاکشیدن در گلیم و پیوستن به شعر. گفتم: از شعر چندانی نمی دانید. گفت: سعی خواهم کرد بدانم، اما این را می دانم که باید از ظواهر فریبندهی که به آن لطمه می زند کناره کنید. گفتم: قول می دهم. و تا در من زنده خواهد بود بر پیمان خود به جا خواهم زیست. زندگی برایم هدفی تازه پیدا کرده بود. کسی می توانست مرا از نو بسازد و من می توانستم کسی را از نو بپردازم. شعر مرا می سرود و من شعر را. او مرا دگرگون می کرد و من او را. دو شعر داشتم، یکی ذات و دیگری معنا. به ظاهر سر و رویش بی‌اعتنا بود. غالباً ریش نمی تراشید و موی زیادی داشت که خیلی زود همه را از دست داد.
و دیر دیر آن را می پیراست. یک روز گفتم یکی از بستگانم 70 سال دارد و می گوید 50 و چند سال است که هر روز صورت خودش را اصلاح می کند. صبح روز بعد با سر و روی اصلاح شده به دانشکده آمد و تا هنگام مرگش جز در ایام سوگواری چنین بود. حتی لحظه‌ای چند پیش از مرگش نیز به اصلاح و استحمام پرداخته بود. به هنگام مرگش در خانه نبودم. شب را در بیمارستان بر بالین پسرم که روز قبل جراحی شده بود به سر برده بودم و لحظه‌ای چند پس از واقعه مرا آگاه کردند و ماجرا را چنین شنیدم. صبحدم که از خواب برمیخیزد به دامادم که پزشک است تلفن میکند و میگوید که پاسی پس از نیمه شب در قلب خود احساس دردی کرده است که هنوز ادامه دارد. عروس جوانم که آن شب در خانه ما به سر برده بود از او میپرسد که چرا مرا آگاه نکردید؟ جواب میدهد که میدانستم شما و بچه بیدار هستید، صدای شما را میشنیدم ولی فکر کردم چندان مهم نیست که شما را به تشویش دچار کنم. او همچنین من و هیچ یک از بستگان را به یاری نخواسته بود. دامادم بیدرنگ به بالینش حاضر می شود و با مداوایی که قبلا هم سابقه داشته است درد برطرف می شود. آنگاه منوچهر با عادت همیشه به اصلاح صورت و استحمام می پردازد و سپس همگی با هم صبحانه صرف می کنند و هنگامی که می خواسته به همراه دامادمان از خانه خارج شود ناگهان بر زمین می افتد و قلبش از حرکت باز می ماند. گویی که هرگز نمی تپیده است. آخرین چهره‌ای که از او در خاطرم مانده است خداحافظی است در بیمارستانی که من و پسرم در آنجا بودیم و آخرین کلام این که فردا صبح چه برایت بیاورم. من چهره مرگ زده او را ندیدم وقتی با خبر شدم که در اتاق بیمارستان و در خواب ابدیش بود و مرا از حضور بر بالینش باز داشتند. و چنین است که مرگ او را نمیتوانم باور کنم و هنوز همه شب صدای نفسهایش را در کنار خود میشنوم. از مزارش باز میگشتم، درختهای کنار راه به وداع دستی تکان میدادند، آتش بادی چهرم را میسوزاند، آسمان زلال بود و بیخدشه، غم من نیز زلال بود و شسته، گاهی که لب می گزیدم شوری اشک و عرق را حس می کردم. آن روز هم هوا زلال بود و آبی. روی هره سنگی جلوی دانشکده نشسته بودیم. من در امتحان حقوق بین الملل تجدید آورده بودم و با او این درس را مرور می کردم. هوا گرم بود و درختان محوطه به آرامی تکانی داشتند. ناگهان گفت صورتم داغ شده است. نگاهش کردم، آشفته بود. با لحنی جدی گفتم هوا گرم است، می توانید از آن شیر آب استفاده کنید، دست و روی بشویید و برگردید. آرام به راه افتاد و مشتی آب به چهره زد و صورت را خشک کرد و بازگشت. ناگهان صدای سقوطش را شنیدم. با سیهی به طرفش دویدم، اما هیچگاه در چنین مواردی به تنهایی نمیتوانستم کمکش کنم. پیش خدمت دانشکده هم دویده بود. بلندش کردیم. سر زانوی شلوارش سوراخ شده بود. گفتم زخمی نشدید؟ گفت نه. آرام و تلخ بازگشت و روی همان هره نشستیم با سکوتی طولانی. گفتم ادامه بدهیم. گفت حوصله ندارم. گفتم چرا؟ گفت وقتی می لغزم، وقتی می افتم، همه چیز به نظرم تاریک می آید. آخر من بسیار زمین می خورم. اندوه او چیزی نبود که در جان من رخنه نکرده باشد. نمی دانستم چگونه او را منصرف کنم. گفتم داستان شافعی را شنیده اید؟ گفت نه. گفتم این متن در یادم نیست، اما مفهوم آن را برایتان نقل می کنم
و ادامه دادم: شافعی یکی از پیشوایان چهار فرقه اهل سنت روزی در راه می رفت. کودکی به بازی پیش او می دوید. شافعی گفت: به پای تا نیفتی. کودک گفت: افتادن من سهل است، چون کسی از پی من نیست. تو به پای تا نیفتی که خلقی از پی تو خواهند افتاد. سپس توضیح دادم که منظور کودک از افتادن شافعی گناه و لغزش او بوده است، و بعد ادامه دادم که زمین خوردن‌ها و افتادن‌ها و لغزش‌های جسمی بسیار عادی و طبیعی‌اند، اما لغزش روح و لغزش جان نه عادی است و نه آسان. شما اگر از این گونه لغزش‌ها برکنار بمانید بسیار خوشبخت خواهید بود، و می‌دانم که چنین خواهید بود. گفت: سعی می کنم خوشخیالی شما را اثبات کنم. و امروز پس از مرگش به یاد می آورم که تمام عمر همتای قدیسی از گناه و آزردن و لغزش بر کنار ماند. اگر قوطی کبریتی را نه به عنوان محبت و دوستی بل به عنوان طمع در جابجا کردن حقی پیش رویش می گرفتند، خود را در جهنمی از باروت و دود می‌پنداشت. و زندگی محقر و ساده اما روح بلند و آزاد و قناعت و مناعت او تا لحظه مرگ فخری است که میراث گرانقدر من و بازماندگان اوست. بعدها در زندگی مشترکمان دیگر از زمین خوردن بیم نداشت. حتی روزی که در خیابان محل کارش لغزید و هر دو قوزک پایش شکست، با چهره‌ای کبود از درد و بی ناله‌ای پیش من رساندندش. به بیمارستان رفتیم. پایش را گچ گرفتند. مادر و خواهرش آن روز عازم مسافرت مشهد بودند. گفتم بهتر است آنها را با خبر کنیم تا چند روز مسافرتشان را به تعویق بیاندازند. گفت: نه، بگذار زندگیشان عادی و سفرشان آرام بگذرد. مگر خودت بارها نگفتی که افتادن جسمی مهم نیست؟ تمام مدتی که در بستر بود سعی داشت هر چه می تواند از زحمتم بکاهد و بعد دوباره زندگی و زندگی. به یکی از خیابانهای شهر رسیده بودم. هیاهوی خیابان مرا از درون خودم بیرون کشید. اتومبیل پت پتی کرد و آرام بر جای ماند. بنزین تمام شده بود. از آبری پرسیدم نزدیکترین پمپ بنزین کجاست؟ محلی را در 2-3 کیلومتری یادآور شد. اتومبیل را به کناری زدم و سرگردان به راه افتادم. مردی از 100 متر پشت سر صدایم زد. روی برگرداندم. کفاشی بود که اتومبیل خود را جلوی مغازه‌اش پارک کرده بود. ظرفی پر از بنزین از عقب اتومبیل بیرون آورد و به دستم داد. بنزین من تمام شده بود، اما انسانیت هنوز باقی بود. نیازی به سپاس نبود که سکوت گویاترین کلام را القا می کرد. فکر کردم که منوچهر معنای مجسم نیکی و پاکی بود و تا نیکی و پاکی زنده است او نمی میرد. به خانه آمدم و یک سر به بستر رفتم و اینک به سقف سفید چشم دوختم که برای من پرده ایست پر نقش از گذشته و حال. به سال چهارم دانشکده رسیده بودیم. طی این مدت از دانشجویان دختر و پسر با کسی جز او تماسی نداشتم. اگر سوالی یا توضیحی لازم بود او خود این وظیفه را به عهده می گرفت. خوش نداشت که با دیگران صحبت کنم، ولو در مورد شعر یا آخرین کارهای شعریم. من نیز هرگز نمی خواستم برنجانمش. اندوه ما را به هم گره زده بود. او گاه گاه به خانه ما می آمد. با فرزندانم اخت شده بود. آنها هم دوستش داشتند. غالبا به هنگام بازگشتش با بچه ها سوار می شدیم و او را تا خانهش همراهی می کردیم. یک روز از من پرسید: من نمی توانم رانندگی کنم. گفتم: دلیلی ندارد که نتوانید. دوست مشترکی داشتیم که وظیفه تعلیم را به عهده گرفت.
ابتدا خیلی نگران بودم، ولی به زودی دریافتم که نگرانیم بیمورد است. فقط به هنگام ترمز کردن دستش را روی زانوی راست می گذاشت و می فشرد. همه چیز به خوبی پیش می رفت. تمام عمر یک حادثه رانندگی داشت که جز زیان مالی عواقب دیگری به بار نیاورد. تیر ماه همان سال خبر قبول شدن من و خودش و پایان دوره لیسانس را به وسیله تلفن اطلاع داد و بیدرنگ با چند شاخ گل به خانه ما آمد. در عین شادمانی یک نگرانی در چشمش موج می زد. نیازی به گفتار نبود. می دانستم چه می خواهد بگوید، اما سکوت کردم. با تردید گفت: آیا این لحظه پایان است؟ آیا از این پس راه ما جدا خواهد بود؟ هنوز هم نمی دانم که اشتباه کردم یا به جا تصمیم گرفتم که پایان را صریح اعلام نکردم، یا این مماشات و ملایمت بر اثر ذات عاطفی من ناگزیر و اجتناب ناپذیر بود. به هر حال عقلم می گفت با آتش نباید بازی کرد. او دیگر مردی است با اراده و روی پای خیش ایستاده و تو زنی گرفتار عشق سه فرزند و بستگی های سنتی و اجتماعی. با احترامی که ذاتاً به همه عقاید و اظهار نظرهای عمومی داشتم، با اعتقادی که به حرمت واقعی زن و حفظ نظام جامعه در خود حس می کردم، بایست می گفتم بله، از این لحظه راه ما جداست، برا به خیر و تو را به سلامت، آینده پیش روی توست، گذشته را فراموش کن. دلم اما این را نمیخواست. شعری بود که سروده بودمش با هر چه واژه امیدواری که در ذهن داشتم. نمیخواستم پایان بندی آن را به دیگران واگذارم. دست و دلم برای این شعر زنده می لرزید. می ترسیدم ویرانش کنند. گفتم مجالی می خواهم که بیاندیشم. نمی دانم چه باید کرد. فعلا تنهایم بگذار. رفته بود و من گریسته بودم. سه روز بعد در کوره تب می سوختم. دوملی روی ساق پای چپم در حال برآماسیدن بود. هنوز جای این دومل باقی است، سفید مثل جای مهر کوچکی. تلفن زنگ زد. صدایش را شنیدم. گفتم بیمارم و توضیح دادم که بیماری چیست. گفت آمدم. دیگر منتظر نماند و گوشی را گذاشت. با اتومبیل یکی از بستگانش آمده بود. می دانستم که هنوز گواهی نامه رانندگی ندارد. مرا نزد پزشکی که جراحی های کوچک را نیز می توانست انجام دهد رساند. برای من تبدار و او که از پله بیزار بود، رسیدن به مطب پزشک در طبقه دوم مشکل بود. رسیدیم. من روی نیمکتی مشرف به پنجره رو به خیابان نشسته بودم و او برای تهیه داروهای لازم رفته بود. از پنجره نگاهش می کردم. همان پاهای ضعیف چنان توان و سرعتی یافته بود که تقریبا می دوید. دومل شکافته شد. به خانه برگشتیم. او از دم در خداحافظی کرد و رفت. شعله های تب فرو می نشست. در بستر با خود می اندیشیدم که به بندی گرفتار شدم که رهایی از آن میسر نخواهد شد. از آن پس خود را به گردآوری مجموعه مرمر مشغول داشتم و سعی کردم به چیزی جز شعر نیندیشم. اواخر اسفند ماه مادرم در دیار بیگانه به ناگهان درگذشت. به برادرانم وصیت کرده بود که جنازه‌اش را به ایران بفرستند و در جوار شیخ صدوق دفن کنند. پدر و مادرش نیز در همین بقعه به خاک سپرده شده بود. در روزنامه ها ساعت رسیدن جنازه‌اش را به اطلاع دوستان و بستگان رسانده بودند. شباهنگام در حالی که نمی توانستم خواهر کوچکترم را آرام کنم و خود نیز بیهوده سعی می کردم خود را آرام و صبور بنمایانم،
به سالن فرودگاه وارد شدیم. با حیرت دیدم که همه خانواده منوچهر، مادر و خواهرها روی نیمکت‌های سالن انتظار فرودگاه نشستند. آنها اولین تسلیت را به من گفتند. تا نیمه شب ایستادیم. جنازه اما در هواپیما نبود. شب بعد و شب سوم هم. سرآخر معلوم شد جنازه در تعویض هواپیما به دیاری دیگر رفته است. سه شب دردناک گذراندیم و هر سه شب بستگان منوچهر آنجا پا به پای من انتظار می کشیدند و مراقب حالم بودند. وقتی جنازه را در آمبولانس گذاشته بودند و من می دویدم تا قرآنی را که یادگار مادرم بود با آمبولانس برسانم، از پشت پرده عشق منوچهر را دیدم که به دیواری در محوطه فرودگاه تکیه کرده و نگران مرا می پاید. بعد از بیماریم از او خواسته بودم که دیگر به دیدنم نیاید. جای گفت و شنودی و نگاه دوباره‌ای نبود. تیر ماه سال بعد تصادف وحشتناکی داشتم. با اتومبیل به میان جمعیتی که بر اثر تصادف قبلی گرد آمده بود رفته بودم. نمی‌توانستم موقعیت خود را تشخیص بدهم. دو کودک را دیدم که از زیر اتومبیل بیرون کشیدند و در آمبولانس گذاشتند و دور شدند. با گیجی و آشفتگی از مردم پرسیدم کجا بردندشان؟ گفتند به بیمارستان سینا. در ژاندارمری محل به یاد منوچهر افتادم. تلفنی به محل کارش کردم و گفتم نمیگذارند به بیمارستان بروم. نمیدانم به سر بچه ها چه آمده است. گفت راحت باش، بچه ها با من. شب با سپردن سند و ضمانت به خانه آمدم. در حیات خانه روی تختی خرد و خسته دراز کشیده بودم. تلفن زنگ زد. منوچهر بود که گفت حال بچه رو به بهبود است. در ژاندارمری خبر گرفته بودم که یکی از بچه ها جراحت سطحی داشته و مرخص شده است و دیگری پارگی تحال و دکتر صدری فوراً جراحی کرده و نتیجه نامعلوم است. صدای منوچهر را شنیدم که ادامه می داد نگران نباش، من تا صبح همینجا کنار تخت کودک می نشینم و مراقب حالش میمانم. آن شب را بیان که لحظه غفلت کند بیدار مانده بود و نبض کودک را در دست گرفته بود تا مبادا علائم خونریزی داخلی داشته باشد. کودک سلامت خود را باز یافت. مدتی نزد من ماند. هنوز هم گاه میبینمش. ماجرای گرفتاری من نیز پایان یافته بود. تلفنی به منوچهر کردم و که تشکر کنم. گفت خودم خواستم. راحت باش، فقط قول بده که دست کم در مواردی که نیازی به کمک داشتی فراموشم نکنی. این بار واقعا حس کردم که دیگر رهاییم امکان پذیر نیست. به پدرم گفتم میخواهم ازدواج کنم. آشکاره خون به صورتش دوید و دیدم که رنگش کبود می شود. با صدایی گرفته گفت ازدواج مجدد در میان زنان خانواده ما سابقه نداشته است. گفتم مادرم، او هم از شما گسست و به دیگری پیوست. پدرم مردی متعصب و سخت پایبند نام و ناموس بود. همانطور که سرش را پایین نگاه داشته بود گفت مادرت، من همیشه این بیم را در مورد تو داشتم. سپس ادامه داد که چوپانی رمه خود را به کنار نهری رسانده بود و می‌خواست از نهر عبور دهد. هیچ یک از گوسفندان جرأت جهیدن نداشتند. پیرمردی بره میش سفیدی را از میان رمه جدا کرد و به پیشاهنگی واداشت. بره میش جهید و گوسفندان از پی او جهیدند. چوپان از پیرمرد پرسید از کجا دانستی که این برمیش خواهد جهید؟ گفت مادرش نیز جسور و بیباک بود. این بره همان مادر است. گفتم به هر حال این سنت و قانون است. جسارت من هم ارادی است و اندیشیده، نه غریزی و حیوانی. دیگر چیزی نگفت.
منوچهر از مشکلات من آگاه بود. میدانست که هنوز فرزندانم نیازمند تربیت و مراقبت هستند. میدانست که شهرت و آبرویی دارم و از جنجال بیزارم. پذیرفت که برای فرزندانم پدری مهربان باشد. پذیرفت که نام خود را بر نام شعری من تحمیل نکند و قول داد که برای آسایشم تا آنجا که شرف و همیت بتوان نامیدش کوتاهی نکند. حتی قول داد که اگر لازم باشد در خانه‌ای جدا از خانه من زندگی کند. مجلس عقد با حضور خانواده او و تعداد انگشت شماری از دوستان و بستگان من به سادگی برپا شد. عاقد میزان مهر را پرسید. من به مهری جز عشق واقعی او نیندیشیده بودم. گفتم یک جلد کلام الله مجید. صدای او را شنیدم که می گفت یک عدد یک بگذارید و کنارش هر چه می توانید صفر. و صدای عاقد را شنیدم که می گفت عجب دلی. موج شادمانی از چهرهش می غلطید و در پایم می ریخت. این عکسی که بالای سرم آویخته است یادگار آن روز است. تاریخ ازدواج نیز داستان زیبایی دارد. درست روز تولد او یعنی 17 تیر به عقدش در آمدم و او همیشه می گفت این تولدی دیگر برای من است و روز مرگش 18 تیر 16 سال پس از ازدواج من بود و این دو تاریخ را روی سنگ گورش نوشتند. برای سفارش سنگ باید می رفتم. 10 از مرگش گذشته بود. دخترم گفت کار مردی است. با تشدد گفتم مرد مرد مرد، مگر مرد چه میتواند بکند که من نتوانم؟ آخر پسر بزرگم هنوز بستری بود، پسر دیگرم در محل مأموریتش در میناب و برادر منوچهر هم به یک مسافرت ناگزیر رفته بود. سنگ فروشی را میشناختم که با منوچهر برای سفارش سنگ ارژن نزد او رفته بود. در دکان سنگ فروشی میان سنگ‌های بزرگ و کوچک که به دیوار تکیه داشتند ایستاده بودم. سنگ‌های نوشته و نانوشته، سفید و سیاه و خاکستری سیر و خاکستری روشن. بهت زده به سنگ‌ها نگاه می‌کردم. سنگ فروش که گویا از رده بازمانده جوانمردان و عیارانی باشد که از میانشان گاه یعقوبی یا پوریایی برمی‌خیزد، با لحن خاصی پرسید آقا کجا هستند؟ گفتم آمدم برای ایشان سنگ سفارش بدهم. از این کوتاه‌تر نمی‌توانستم ماجرا را بیان کنم چون اصلاً حوصله گفتار نداشتم. چهره‌اش تغییر کرد و گفت خدا رحمتشان کند، تسلیت عرض می‌کنم. و باز با کلامی که از فرهنگ خاص این طبقه یا بهتر بگویم از معرفتشان حکایت می کند گفت آبجی در خدمت حاضریم، خاطر جمع باش. آخر طرف زنی بود و تنها. در دل گفتم می خواهم 70 سیاه خدمت نکنی. اما ناگهان به خاطرم گذشت که این طبقه از هر گونه شغلی که داشته باشند، خواه شستن یا کندن یا تراشیدن، اگر مسئولیت را قبول نکنند کار منظار است. چرا به آن نانوا که علاقمند به شعر است و نانهای مثل برگ گل برایم تهیه می کند نمی گویم می خواهم 70 سیاه؟ سنگی را انتخاب کرده بودم. نگاهی کرد و گفت آبجی این سنگ برای آنجا، منظورش کرج بود، خوب نیست، در یخبندان و آفتاب ترک می خورد. بعد خودش از میان سنگ‌های ایستاده سنگی را انتخاب کرد و گفت این. نگاه کردم، مثل اینکه خیلی بهتر بود، چطور ندیده بودم. گفتم باشد. گفت رویش چه بنویسم؟ حکایت گلستان به یادم آمد. یکی را از بزرگان ائمه پسری وفات یافت. پرسیدند بر صندوق گورش چه نویسیم؟ گفت آیات کتاب مجید را عزت و شرف بیش از آن است که
که روا باشد بر چنین جایها نوشتن. اما از همان روز اول این آیه در سرم میگشت که انا لله. شب قبل تمام شب به برگردان فارسی مناسبی از آن فکر کرده بودم و صبح بر کاغذی نوشته بودم که همگان از خداییم و سویش باز میگراییم. چه آسودند آنان که به راستی بر این باورند. سپس اسم و اسم پدر، اما با توجه به آیه کریمه برای تولد و مرگ چه باید می نوشتم؟ نوشته بودم آمدن 17/4/1317، بازگشت 18/4/1363 و زیر آن این مصرع از حافظ را. دل بر دلدار رفت، جان بر جانانه شد. باز به گفته آن دوست حافظ شناس، اگر حافظ نبود من برای بیان مکنونات ضمیر خود چه می کردم؟ تمام شب آن مصرع نیز در سرم گشته بود. دل بر دلدار رفت، جان بر جانانه شد. و صبح برای اطمینان خاطر خواسته بودم که تمام غزل را دوباره بخوانم. وقتی دیوان را گشودم بی هیچ ورق زدنی همین غزل آمده بود که زاهد خلوت نشین. با رعشه‌ای که تمام وجودم را می تکاند دستی به احترام و عشق بر دیوان کشیده و بر جای گذاشته بودمش. نوشته را به سنگ فروش سپردم و دو سه روز بعد برای اطمینان از درستی نوشته باز اتوبان افسریه را طی کرده و بازگشته بودم و سرآخر سنگ را تحویل گرفتم و از اتوبان افسریه به اتوبان کرج و امامزاده طاهر، با دلی که خود اگر سنگ نبود قطعا آب شده و از چشمم فرو ریخته. سپس صدای مأمور گورستان که عجب سنگی، و صدای عاقد دوباره در گوشم تنین افکند که عجب دلی. مجلس عقد ساعتی بیش نپایید. برای آمدن به خانه عجله داشتم. منوچهر مرا تا دم در خانه رساند و بازگشت و مدتی از من جدا میزیست تا یک روز دخترم از او خواست که برای همیشه پیش ما بماند. خانه را با اندوخته مختصری که داشتیم خریده بودیم. خانه‌ای که شاهد خوشبختی‌ها و مهربانی‌ها و فداکاری‌های هر دو ما بود. خانه‌ای که مردی شریف سایه بر سر آن داشت و لحظه‌ای همدردی و مهرش را از بانوی آن خانه دریغ نمی‌داشت و اکنون جز توهم نفسهای او چیزی از او در آن باقی نیست. چه شبها که با دوستان شاعر و نویسنده تا سپید دمان در همین خانه شعر شنیده ایم و قصه خوانده ایم و بحثهای ادبی داشته ایم. چه روزها که من در اتاق کار محقرم به سرودن شعر پرداختم و او آرام و بی صدا در اتاقی دیگر به اشتیاق شنیدن شعرم به انتظار مانده است. خانه‌ای که چه ساعاتی در آن او با فرزندانم به مرور و مطالعه درس‌های کلاسی پرداخته یا مرا برای کار با آنها تنها گذاشته است. خانه‌ای که ساعت‌ها من و پسرم علی در گوشه آن به بحث‌های پرشور در مورد شعر و ادب معاصر جهان پرداخته ایم و پسرم بسیاری از این آثار را برایم به صدای بلند خوانده است و منوچهر بی آنکه از یکی از ما دو نفر جانبداری کند به همه آن مباحث و مطالب گوش فرا داده است. خانه‌ای که هر روز میز نهارش با دو بشقاب و چند شاخ گل از حیاط خانه آماده می شد و تا سه بعد از ظهر به انتظار آمدن سالارش می ماندم تا با هم لقمه‌ای به دهان بگذاریم.
خانه‌ای که همیشه کسی در آن با سعه صدر برای همدردی با من گوشی شنوا داشت تا به ناله هایم از اجتماع، از ستمها، از کشتارها، از بیمهری یا مهربانی یاران توجه کند و با هر چه توان در تن گرد غم از خاطرم بزداید. خانه‌ای که در آن با او و دخترم و عزیزانم به سوک ارژن نشستیم و رستن نیلوفری را در باغچه، آنجا که ارژن با بیل کوچکش بازی یا به گفته خودش کار می‌کرد، تماشا کردیم. خانه‌ای که سالارش همیشه روی گشاده و چهره‌ای خندان برای پذیرایی مهمانانش داشت و در وفا و دوستی نمادی ابدی بود. اندوهم بی پایان است و قلبم بیش از حد معمول ضربان دارد. پزشک میگوید عصبی است. من اما میدانم که اکنون این قلب من است که باید به جای دو نفر ضربان داشته باشد و این خون اوست که در تنم میدود تا همیشه در من زنده بماند. هنوز این تخت خواب دو نفره را بر نچیدم. میترسم دیگر صدای نفسهایش را نشنوم. آیا بی او در این خانه می توانم زیست؟ مرداد 1363. بخش دو. آن مرد، مرد همراهم. اتراق کرده بودیم در آن درشت ناک بیابان. شب عطر چوب سوخته و رازیانه داشت. شب عطر بود و لالایی در تارهای نازک ابریشم و نسیم. گاهی نوای هنجره مرغی گویی که بر سکوت برنجین جام تک ضربه می نواخت و ارتعاش جام با موجهای دایره وارش می گسترید و نهان می شد. آن سبز را بالا سرم، آن میش‌های روشن چشمک زن پیوسته می‌چریدند. از نقره بود ماه، از نقره بود و ماهی بازیکنان به چرخش امواج. ابری ساده بود، ماه از کنار او می‌رفت، گاه از میان موج حریرش لغزان گریزجو می‌رفت. آری، خطای باصره زیباترین ثواب. ذهن هوای نیمه خرداد یاد از گزند سوز زمستان داشت. آن مرد، مرد همراه هم هر قلف سنگ را در ژرفنای توده‌ای از چوب سوخته می داشت گرم. وان گرم را چونان رسول مهر و هواداری آهسته می نهاد نزدیک بسترم. از کوهسار تا من سکر نسیم بود و شقایق بود و خواب چون ماسه های نرم آهسته تهنشین می شد در کاسه دو چشم سیاهم. یک خوشه یاسمن که می نواخت چهره آرامم را بیدار کرده بود مرا. یک خوشه یاسمن یا شاخسار گیسو آنک پگاه بود. تور و حریر و ناکامی. در آن خانه که یاسمنش بر سردر آسمانی کبود ساخته بود، ایستاده بودم. در میان تور سپید و حریر سپید و به انتظار بخت سپید. آواز بود و موسیقی، مضراب ها چکاوکانی که بر سیم ها نک می سودند. گنجشگان نیم پرده پر می گرفتند و بر بام یاسمن می نشستند. مایه چهارگاه بود. چهار دیوار گشاده بود
و پر از موج دامنها و رقص نور در آینه ها. شمدانهای پنج شاخه از نقره بودند، بر فرق هر شاخه برگی از شعله رقصان ایستاده، بر دوسوی خانچه نانی نقش پذیر اسپند دانه رنگین. چهار دیوار تنگ بود و فضا نیمه تاریک و بر بام یاسمن سرمه شب فرو ریخته. زنی جادو بر دامن شویم نشسته بود و لب بر لبش می سود و جکجک بوسه ها بود و پرواز گنجشکان هوس و بوی عود و فضای مهالود. گفتم بر جای من نشسته است، برش خیزان. پوستش پژمرده، دهانش بیشرم، بینیش گسترده، تنش مرداری، زیبا نیست، برش خیزان. گفت چشم سیاهش، دل سرخش، آواز سپیدش و چکچک بوسه ها بود و پرواز گنجشکان هوس و بوی عود و فضای مهالود. سپید پوشیدن بخت سپید ارمغانم نکرد، اما سپیدی خوشباوری هایم به هزار خط سیاه مشبک شد، خطوطی که هنوز هم هرگاه کاغذی سپید پیش روی دارم و قلمی سیاه در دست، نقش روان نهفته بران می نگارم، روان مشبک. باری پگاه بود آن مرد، مرد همراه هم برخواسته به پای یا تا سحر نخفته به پاییدن. در آن دست و رو شستم، جاری شدم، زلال شدم. آن روشنای صافی از چانه ام روان می شد تا گودی میانه جفتی ستیق، مرمرتراش و مرمرفام. پروانه های خواب پرواز کرده از سر، هوشیاری باز آمده، نوشیدنی بخار کنان، نان گرده ای بر آمده از ساج آفتاب. بر شانه هامان پل بستند. زمستان بود. دیگر زمستان ها نقش چندانی در خاطرم نگذاشته بودند. جز یخ بستن پنجه پای در تنگنای کفش و حس سوز سرما بر انگشتان دست در فراز و نشیب راهی پر گل و برف میان خانه تا دبستان. اما این چهاردهمین زمستان را تا واپسین دم عمر فراموش نمی توانم کرد. سه قول سیاه، سه بیگانه بر زادگاه هم تاخته بودند، بیگانگانی که گفته شد می آیند و می روند و به کسی هم کاری ندارند. اما بیدادی بر پهنه سرزمینم می رفت کم از مصیبت ترک و تاجیک نبود. خانی رفته و خانی مانده، جانی رفته و نانی نمانده و قند حدیثی که خواب توتیان را به فریب می آراست. گفته شد که سرداران شباهنگام در جامعه شبانان گریخته بودند و ستاره های زرین از دوش برکنده و بر زمین ریخته تا داور زمانه چه گوید. قحط و غلا بود و بیماری، عطای شپشان از راه رسیده به همراه هزاران زن اسیر، کنیزکان سقلابی، پوستی کشیده بر استخوان تحقیر، هر شامگاه در یوزگر به سرایی و هر بامداد چشم بر دست عطایی و کدامین عطا که درمی در دستان نمانده بود و کرمی در داستان. آنی می فروختند به بهای نیمه نانی گلوگیر تر از آجر پاره آن انبار که تهمانده گندمش با سنگ ریزه و حشرات به آسیا می رفت. آن هموطن که از قحط می گریخت
زمستان را چه می کرد و آنکه از زمستان آسیب هشت پای محرقه را. هر روز جسدهای سیاه و خشک بر کنار خیابان گواه این معنا بودند و بیمارخانه های انباشته نه چندین برابر گنجایش نیست. در آن بیسامانی از خواب برخاسته بودم، به بوی خوش نان تازه و نوازش نخستین پرتو سپید دمان. ستاره ها قطره قطره روان بر جام های سرد پنجره، قصه پرداز گرمی شبستان و آنگاه شادی نوجوانی که بامدادم را به هزار نوید می آراست و آنگاه شادی نوجوانی که بامدادم را به هزار نوید می آراست. چند خرما، فنجانی چای بخار کنان به همراه آردی که مادر به تدبیر زنانه بر ساج پخته بودش، نان گرده‌ای برآمده از ساج آفتاب. آن مرد، مرد همراه هم رو سوی راه کرد. رفتیم، راه می رفتیم، با کوله بارمان بر پشت، دستین بندمان در مشت، با ما شمار چند تر از همگسستگان، از راه خستگان، بی پرسشی، نگاهی، حرفی، اشاره‌ای. بیم نگاه من چو رسنها درازناک، ماران تن کشیده به آغوش سنگ و خاک، در پیش روی راه نچندان هموار. مقصد کجاست؟ پرسیدم. او گفت راه، مقصد همین تلاش قدم هاست، گیرم به اشتباه. در انتظار دستوری. دستوری بر وزن مستوری به معنی اجازه و رخصت. اندیشیدم که از این پیش نیز بی مرد همراه هم پای در راهی داشتم، اما به اشتباه که پایانش نومیدی و ناباوری بوده است. در انتخاب چند شاخه های راه حیران بودم و کتاب ها می خواندم، یکی از آن همه 53 نفر. از میانشان عزت را می شناختم که هم دیوار من بود و هم دبستان خواهرش بودم. عزت در زندان بود که مادرش مرد و هم در زندان بود که خواهرش به خانه بخت رفت و باز در زندان بود که پدرش در بستر افتاد با نیمه تن بازمانده از کار. وقتی عزت رها شد به چشمم پیر آمد که مردگی خاکستر بر مویش نشسته بود. آنجا با او چه رفته بود؟ کار دست از زندان به خانه می فرستاد. کار مغزش چه بود؟ راه ها بسیار بودند و راهبران بسیار و هر یک هوادار زورمندی از دیار بیگانه. آنان که رهایی رنجبران می خواستند در چشمم ارجی داشتند که سخن از برابری می رفت. به راهشان کشیده شدم. سالیانی از جوانی و به تاوان خواهی عمر تباه شده عزت. سالیان می گذشتند، اما چه کرده بودم؟ دیواری سیاه کرده یا شبنامه‌ای به سرای افکنده یا در میدانها فریاد کشیده و تمثالها بر سر چوب نشانده یا شعرکی در هوای صلح سروده و ستاره‌ای زرین یا مسباری زرندود به پاداش گرفته و دیگر هیچ. وقتی که جوان و پر نیرو گام در راه می‌گذاری، هرگز نمی‌پنداری که با آرزوی کعبه در دل رو سوی ترکستان داری. اگر زیستن واقعیت است، پس اشتباه نیز واقعیت است. پس اشتباه زیستن است. و اگر سرزنشی می‌باید، زیستن را باید نه ذهن را که با امکان حقیر خیش به حقیقت می نگرد و نه این انسان فرومانده
به تنگنای نگرش ذهن را. آن مرد، مرد همراهم، تردید در نگاه هم دید. حیزت که گام محکم کن. به دریغناکی پایان راه از پیش رفته اندیشیدم. به دریغناکی پایان راه از پیش رفته اندیشیدم. خان رفته بود و خون بر دیوار و بر زمین ریخته. دیگر رهروان راه‌ها تلاشی کرده بودند و از ما یاری می‌خواستند. ما نکردیم. گفته شد دستوری نیست. آنگاه که خان باز آمده بود، به پشتوانی رجالگان و غدار کشان و روسپیان، ما ساده باوران هنوز در انتظار دستوری بودیم. آن هم از خاستگاه ستاره خونین و از ورای پرده آهنین. هرگاه که باد در شیروانی هو می‌افکند، می‌پنداشتیم که سواران یاران رسیدند و این غریب ایشان است و هیچ نبود مگر باد. تردید به هزار پنجه در جانم ناخن فرو برده بود، تا آنگاه که 12 مرد، 12 سرود، 12 تیر و سپس 12 دیگر و 12 دیگر. پلنگان خیمه شب بازی به آفتاب امن کوهساران گریخته بودند و شیران به باران تیر سپرده. به جستجوی عزت بودم که نه در شمار پلنگان بود و نه در کنار شیران. ماندیم به 6 در سالیان سردی و خاموشی و شاعرانی که ظلم و ظلمت و نومیدی را در مرگستان فریاد می زدند بی که صداشان به گوشی رسد، شب را هشدار می دادند بی که چشمی روز راستین را جز در خیال دیده باشد. و مردمیانی که خورشیدهای زرورقی بر آسمانه می نگاشتند و آسمانش می پنداشتند. آن مرد، مرد همراه هم، با دستهای یاریگر، با واژه‌های جادویی، با مهربانیش، با هر امید، با هر توان که داشت، در کوله بار خستگی و ناتوانیش در راه می‌کشید مرا. همراه مرد می‌رفتم، آنسان که رهروی مجبور در خواب سرد مغناطیس، در خواب زان پس به راه می رفتم. در خواب سرد مغناطیس. برگ‌های سبز و سرشاخه‌های ترد شکسته از تگرگ سفید دمان راه را می انباشتند و به ناله‌ای و نجوایی زیر قدم‌هایم بس می کردند که اینک افتادگانیم، بر ما ببخشای. راه به فراز می رفت و گردنه پیچا پیچ و آفتاب توانسوز بود. می رفتیم تا به اوجی نزدیک قله مغرور بر سینه ستیق خنکای نسیمی و چکاچک آبی، آنگاه کشیدگی دیواری. مرد از 2 دست قلابی کرد که به فراز برشو. با هرچه توان در تن خود را بالا کشیدم و نرده آهنین سر دیوار را به دست فشردم. گستره سبز برابرم بود و چراگاهی خوش علف و آدمیانی چارپای یا چارپایانی آدمی سر به چرا در کار. وحشت و خون با دلم یک بار در سینه فرو ریخت و دست ها سست شد. از تیرگی چاهی که در آن افتادم به خیرگی تناوب هزاران آذرخش رسیدم که چکاچاک نیزه ها و شمشیرهای آتشین را فراز سرم به تماشا گذاشته بودند. راه گریز می جستم. زنی کشیده قامت و سرخ موی، سبزگون و استخوانگونه، ایستاد در میان مستطیل 2 پاره دری. به درون فرازم خواند. کوشک مانندی و در او
گسترینه ها همه زربفت و تخت ها همه مرمر و خادمان همه خاراسنگ. خواستم تن به درون کشم، به کفش های گلندودم خیره نگریست، برکندم و در دهلیز خزیدم پرسان که از اینجا تا پناهی امن راهی هست. به یأسی خشک تر از خاربانان سر جنبانید که نه. گفتم آنجا چار پایان دیدم آدمی سر. آذرخشی خندوار چهرهش را به نوری بنفش رخشانید و دو رنگین کمان از ابرو برافراخت و دست و پای آراسته به چار سم فراز کرد، یعنی که کودن، این نه طرفه است و نه شگفت. باران سرد بیم بر سر و رویم بارید و کشان کشان از کوشک به در شدم. آن مرد، مرد همراه هم با دست می سترد جوباره های سرد عرق را از چهرم، واگویه های گریه و گفتار گویی که در گلوگاه هم سنباده می کشید. می گفت راه راهیست، گیرم که سخت و ناهموار، گیرم ز خاره یا از خار. من خیره بر دو کفش گلالود، یعنی که کوره راه روان آزار، وین یعنی که کوره راه روان آزار، وین نابساز پای افزار. با من هراس بی کفشی. در آن خانه کوچک با درگاه‌ها و رف‌ها آراسته به گل‌های گچین، نوازش مادر بود و پستان دایه که دیری جوی شیر خشکانیده بود و من هنوز بوی شیر را در او می جستم و در حوصله کودکیم جز بیم کفش نمی گنجید. هر تازه رسیده را از پای تا سر و از سر تا پای به نگاه بیم می سنجیدم که مبادا به سودای ربودن کفش آمده باشد. ناچار قطار ناهمگون کفش ها را از آستانه به دامن می گرفتم و به پستوی خانه می بردم تا از گزندشان در امان دارم. مادر بارها به پادفره این گستاخی و کجخیالی لطمه بر سرین کوچکم نواخت که بی چشم رو گدا تب، بی چشم روی گدا تب، این پستی از کدام تخمه گندیده و از کدام سلب پلید نیاکانت به درون جانت خزیده است. و من نه تخمه را از شبچره جدا می پنداشتم و نه خود را قرامتکش سلب نیامی انگاشتم، الا که همه بیم کفش داشتم. آن مرد، مرد همراه هم از آبشار کوچک افشان یک کفه برگرفت و به رویم ریخت تا درک آن بلور نوازشگر هوشیاری گریخت باز آرد. دره سبز بود و درختان پر زمزمه زنجره و برگ و رقص پولک ها در نور. آبشار که اندکی از قامت 15 سالگیم افراخته تر بود به سرودی سیمین همه شادمانی جهان را میرشت و کلافه کلافه ابریشم سپید بر اوریانی اندامم میپیچید، شستشویی که هرچه تیرگی غم از جان بر میگرفت و هرچه شادی از فرق سر تا نوک گیسو و از گردی شانه تا برآمدگی سینه و پیچیدگی ران و ساق نثارم می کرد. همین که از آن کلافه های ابریشمین به در آمدم کفش بر جای نبود و کدام شوخ چشم دست خوش چنان تماشا را پای افزار از من رو بود. گویی میان حنجره هم جا کرده بود زنجیره‌ای با سماجتش پیوسته با درازی زنجیره صداش میخاند کفش، میخاند کفش. آن مرد،
مرد همراه هم یک جفت کفش پاره پرگل را آورد پیش رویم، گفت بر جاست کفش. گفتم یک عمر استخوان من آزرده است، تابم زتن برده است. خندید کین بخت توست، قاضی تقدیر حکم این چنین کرده است. از دادگاه بیرون آمدم، حکمی در دست، سر خانه سرسام، دل بیغوله هراس، لقمه درشتناک بغض در گلو برآماسیده، خفقان و خون کبود جای نفس در سینه ام باشته، برکند کفش پایازبای نشتر خاراسنگ. پدر سر بر نداشت و سلامم را پاسخ نگفت. خشم سیاه‌ترش کرده بود و نمی‌دانست ننگ من یا من ننگ را چگونه پذیرا باشد. ببخشید من اینو دوباره بخونم. پدر سر بر نداشت و سلامم را پاسخ نگفت. خشم سیاه‌ترش کرده بود و نمی‌دانست ننگ من یا من ننگ را چگونه پذیرا باشد. پای خونین و پر آبله پیش پدر فراز کردم که آن کفش‌ها چنین کردند، بیش تاب نیاوردم. زبان تحقیر گشود که زادگاهت را از چون تو فرزند ننگ باد. گفتم زادگاهم زادگاه مستوری دختران و صبوری مادران که زنان آبستنش از هراس تکرار ناکامی خیش دست به دعا برمی‌دارند تا پسر آرند، که مادرانش به هنگام راهی کردن دختران به خانه بخت در شب زفاف و هلهله و شادی گذشته خیش را می گریند و آیت صبوری در گوش دردانه فرو می خوانند که نخستین بار به چادر می برندت و واپسین دم به کفن، پس بکش سخت کشیدنی و ببین سهم دیدنی و بنوش جامی را که هیچ نیست مگر جرعه چند از قرابه زهری تلخ. خدای کوچکت را نیایش کن تا خدای بزرگت را خوشنود کرده باشی و بنده‌ای سربراه باش که این رسم بندگی است. پای پر آبله پیش پدر به عشق می شستم و هزار توی تیرگی ها را به سودای کفش می جستم. آن مرد همراه هم مردی که مهر بود و شرف بود، از سینه برکشید دلش را، وانگه دو نیم کرده به هر دستی یک نیمه برنهاد، یعنی که نیک پوزاری از هیچ خار و خاره نفرساید، در سخت نای راه به کار آید. گل سرخی برگیسو درخت یاسمن در حرم آفتاب تموزم آسمانه بر سر می ساخت. چهار دیوار سینم گشاده می شد و پرموج رقص نور و رنگین کمان در آینه ها و دلم چراغ سرخی که برآمدن آفتاب را نقش می زد. تور و حریر نبود که جان خود حریری بود مواج بر گستره آسمان. مادر به رویایم در آمد، جوان خندان، گل سرخی به گیسوانم زد و عشق را مبارک باد گفت و پرده بر رخ کشید و رفت. و با این پرده مادر چها که نکرده بود، او پرده را می‌خواست که چهره زشت هوس‌ها را نهان دارد و نمی‌داشت. می‌خواست که رازدار گناهکاری و تباهی نباشد و بود، پس می‌نالید که حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که. اما دریغ، دیر دانسته بود که دیدگان پرده پرورد را تاب تماشای روشنان فلکی نیست،
مادر رفته بود و هوا از عطر فشرده یاسمن به کبودی می زد. آن مرد، مرد همراه هم برداشت شاخه های پریشان زلف را از چهره هم، آنگاه گفت: راه. گفتم: دیوار، آن چار پای گله مردموار. گفتم: دیوار، آن چار پای گله مردموار، وان سبززار از سبزه فریب و دغل سرشار. آیا تو میتوانی گفت: بگذارشان تا بگذریم؟ گفت: آنان چرا؟ گفت: آنان چراگرانند و از پشت جفت جویی و زادن دیرنده مست خواب گرانند. در خوابشان میشان گشاده چشم و جوان، جوباره هاز شهد روان، بگذارشان تا بگذریم. دیدارشان نیارستی و از چار رسم نخواستی آراستن، دیدارشان نیارستی و از چار سم نخواستی آراستن، دو پای همراه دست ها، بگذارشان تا بگذریم. آتش در باروت باورهای کهن. می رفتیم و واپس می نگریستیم میان دو رده کاج سبز، گویی که دیواره ای بود از کاشی آبی با خطوطی سیاه و کوفی و گنبدی تمام طلا، تنشسته به نور، به باران نور. عروسی با دو ساقدوش از دو گلدسته زرین و بر فراز پرندگان نیایش در پرواز. به چشم برهم زدنی دودی برخاست و تک تک آهن مذاب بر گنبد فرو ریخت و زجه ها بود و ناله ها. مردی از میان دود و خاک قد برافراشت، تیلسانی بر دوش با قبه ها و موزه‌ای بر پای با میخ ها، هراکشان چون دد که اینک من، شمشیر گران آخته و بر هرچه گرامی تر تاخته. اینک من شمشیر گران آخته و بر هرچه گرامی تر تاخته. دود ذره ذره می گسست و خاک گرده گرده فرو می نشست و جبه و دستار بود که با باد می رفت. آن مرد، مرد همراه هم پرسید: آیا گرسنه ای؟ من می روم که نانی، شاید به دیه دور دکانی. بر در دکان ایستاده بودم به نیاز خریدی کودکانه. مردی کلاه فرنگی بر سر داشت و مرد دیگر پرسید: این کلاه به کدام دست بر سر می گذاری؟ و سومین به طنز گفت: به همان دست که ما تحت شسته می داری. و هر سه به لبخندی تلخ نارضایی از چهره نهان داشتند. آنگاه زنی دیدم آشفته موی و کفشی بر جای گذاشته می دوید تا خود را به نهانگاهی در امان دارد، که گزمه چادر از سرش کشیده بود و جامه بر تنش دریده بود. آن مرد، مرد همراه هم در دست گرد نانی داشت، تقدیم کرد. نان گرده ای برآمده از ساج داغ و درد، با من نبود میل جویدن. آنگاه گفت: موی بپوشان، من در پلاس چنگ زدم، خفتان و خفت را در گرم سوز راه چونان رسن به گرد گلو بستم، در خواب سرد مغناطیس بیهوشوار می رفتم. درخت یاسمن با خوشه های کبود پیش چشمم می چرخید، چرخشی که از کار باز نمی ایستاد. خوشه ها در هم و برگ ها نیز، چرخش سبز و کبود یک باره به سیاهی می رفت. پا سست کرده بودم و در کاسه سر گردابی بود با ذرات سرخ و سیاه. آن مرد، مرد همراه هم یک نیزه برگرفت و به دستم داد تا پاس دشمنان دارم. گفتم: دشمن نمی شناسم، هرگز به نیزه نیست نیازم. خندید و گفت: آن قصه برابر بودن را اینک بدین نمایش نو کن. گفتم که: چشم می داری چشمی به نیش نیزه برارم؟ هیهات، آن را که شیر پرورده است هرگز کسی به تیر تبه کرده است؟
پیش روی نگریستم. مادران بودند و گاهواره ها جنبان، زیر پاشان بهشتی از یاسمن بنان، چتر گشوده با شکوفه ها تمام سپید، هر شکوفه هزار قطره شیر، در سایش هزار کودک با تنی فربتر از خمیر، با لبها گیلاس سرخ گلاب شور و چشمها حبه سبز انگور، پروسوسه درخشان شراب، مست از سیری، خفته در نسیم خنک برگهای سبز. آن مرد، مرد همراه هم دست مرا کشید و فغان سر داد، آشفته می دوید، می گفت باد باد باد. ما هر دو می دویدیم، صفهای سرو در هر دو سوی راه واپس دوان زپی بودند، در شاخساران هو می کشید باد، دیوی تنور کش گویی سر داده در فضا فریاد. من با پلاس و زوبینم از بیم رنگ باخته می گفتم زین سرد قامتان سروی شکسته وار مباد، وان دیو مست و هراکش می گفت باد باد باد. در تند باد، در باد می رفتیم، همراهان در پی، افتان خیزان، دهانها شور از زبره نمک و شن، گلوها تلخ از مزه زرداب و تب، با آرزوی آب در پیش روی، موج باور گداز سراب. صخره ها بود و گدارها و نشتربازی خاره ها و خارها، توهم آب پیش رویم آینه گسترده بود و سویش دوان بودم بی که پیش پای بنگرم. آن مرد، مرد همراه هم فریاد می کشید که مرداب، هشدار پرمهابت او چون تندری که بر جهد از توده های ابر، بر صخره مزرس خارایی می کوفت پتک و می ترکید. من بیهوشانه در طلب آب بیتاب می دویدم، فریاد سهمگینش را گوشم نمی شنید. به کام مرداب در افتاده بودم، در آن خمیر مایه چسبان پایم فرو می شد، آهسته بی تلاشی، حسی بی هیچ انتظار رهایی، بوی بزرگ آهن که می کشید دو پایم را تا ژرفنای مرگ، آهسته ساق زانو ران، بالاتر هنجار استخوانهایم در هم فشرده می شد، پستانهایم در کندوکاو دستی ظالم پرخونتر از انار می ترکید، بالاتر دو شاهرگم خون فشرده از پا تا سر را می برد تا به مغز بیانبارد. بالاتر دو شاهرگم خون فشرده از سر تا پا، از پا تا سر را می برد تا به مغز بیانبارد. خفت لجن بر گردنم رسن می بست، زنبورهای آتش فام با کوششی مدام در مدار کوچک مغزم می چرخیدند، سرسام، چرخیدن هزاران اخیر، پیچیدن هزاران فریاد، آمیزش هزاران رنگ، کولاک وحشیانه اوهام. آن مرد، مرد همراه هم یک دسته زلف برکنده در میان دو دستش بود، یک خوشه یاسمن آمیخته به لای و لجن، او برکشیده بود مرا از کام مرگ و از مرداب، گویی که زاده بودندم زهدان سرخ مادر بود، مرداب آن انقلاب سرخ. با سر برون نیامده بودم، یک دست سرخ و کوچک، آنگاه پای فربه، پس پشتی و سری. مادر این راستین گواه ستمهای دیر سال، این زاده نو به نو فرزند، این پوست وارهاشان را بر دوش برده کاه آکند، این دیده تیغ کینه دژخیمان از چشم خانه ها، الماس واره هاشان را بیرون کشیده چندا چند،
این مازیارها حسنک ها را از بس به روزگار بردار دیده یا در بند، در آن پگاه شوم این گونه زاده بود مرا، مرگاز ما خطر پیوند. اما نمرده بود آن روز، او زنده مانده است هنوز، بازیستی به گونه مرگ. من این جنین مادر کش چشمان خون گرفته خود را در گرگ و میش حیرت و تردید آهسته باز می کردم. آن مرد، مرد همراه هم آهسته قشر لای و لجن را از چشمهای خسته من می شست. مرداب را گذاشته می رفتیم با مرد، مرد همراه هم. رؤیا و کابوس. گرسنه بودم. خانی گسترده و رنگین بود، همتای چمنی هزار گونه گل آراسته، شرابی لعل از صراحی به ساتگین ریخته با قلقل جوشنده چشمسار جوانی، چرخ دامانها، رقص تاووسان آسامی گرد بر گرد ستونهای سیم و موج گیسوان کشتزار رسیده گندم در تنش آفتاب و نسیم، گویچه های سرخ، گردونه های تیز پوی سرشار از ناز و نوش و تنعم در کوچه های رگ روان از دهلیزی و بازگشته به بطنی. آن مرد، مرد همراه هم هی زد که هان کجایی؟ گفتم به میهمانی یاران در سالیان دور. خندید تلخ چونان که جام زهری، یعنی که فربهی برگرده گرد کرده ای از آن حرام شوم، اکنون چنان کنند به پادفره تا خود به نانکی خوشکار افکنده بر تبخچه سرگین سود حسرت بری ولیک نیابی. پیش روی نگریستم، آب جوشان بود و میوه های زقوم تلخ و بویناک، میخوردم و سیری نبود، هر میوه در شکم سر ماری می شد، نیش زن بر جدار فرسوده درد آلود، و هر گویچه قطره زبیق و هر گویچه قطره زیبق گداخته گذران از مسیر شریان با انفجار گوگردی در حفره های قلب. آن مرد، مرد همراه هم خندید کی همیشه به رویا، نالید کی همیشه به کابوس، زین هر دو بس نکردی، رو سوی راه کن. سیل تاریخ. راه ریسمانی دراز سرفرو برده به ژرفای تیره و خونالود افق، تنی چند خسته از پی می آمدند، یکی جوان زنی دخترم، پیکری بیروان بر دوش پسرش، نوپایی بی زبان در آغوش دخترش، به دنبال مردی آشفته و از خود رفته. جوان زن کبود و دودالود می سوخت، پنداری که پیسوز دخمهی شعله پیچیده در گداز روغن تن، نفسها به تنگی و از سر غیرت و به التماس یاری از اندک توان بازمانده جان. گریه نمی توانستم که گریه را سزاوارتر او بود، افتادن می‌خواستم و شرم داشتم که او هنوز خود را بر پای می‌داشت. پیکر از دوشش برگرفتم و در زیر درختی به مغاکی نهان کردم. مرغی فراز سرم ستمهای اعصار دیرینه را فغان کرد، گویی که نیزه‌ای جگر آسمان شکافت. از درخت میوه‌ای خونین در دامنم افتاد، برگرفتمش، دست هایم پرخون بود. رعد خروش و قهقهه دیوان داشت، برق دریچه بر نور سرخ جهنم گشوده بود، رگبار تگرگ لخته های خون می بارید، جگر پاره پاره مادران، نفت‌اندازان دوزخ گلوله‌های آتش بر زمین می‌کوفتند و قارچ‌های عظیم در دم تا آسمان می‌رست. جوان زن بازویم را کشید که
نگاه کن، تنها نیستم. سیل خون از کوه سرازیر بود و سرها برمی آمدند و فرو می شدند و سیاهی زلفان به سرخی خون خط می کشید و دستها به استغاثه آشکار و نهان بودند. گفت سیر تاریخ. گفتم سیل تاریخ. آن مرد، مرد همراه هم، پیشانیم به آب خنک می شست، خون می سترد از سر و از چشمم. افسونگوی و افسونخان که پیش پای نیک ندیدی، با سر به پای غلطیدی، گام استوار کن که درشت است ریگ راه. و چون بلرزد زمین، بیابان بود و درازنای راه و می رفتیم. خورشید نیمروز مثل گداخته بر فرقمان می بارید. نفس هامان شعله آتش بود که از کام اژدها برخیزد. دل می گداخت، تن می گداخت، جان می گداخت. نیزه بازی خورشید بود با چشم هایمان. کوه ساکن، دشت ساکن، زمان ساکن. گفتیم بدان هنگام که بلرزد زمین و بلرزد و گرانباریش از درون به در افتد و انسان از خیش بپرسد که چه با او رفته است، آنگاه خبرها آرند که چه با او رفته است و خداش خواست که آن با او رود و بدان هنگام که خلق بیرون شوند به دیدن کردارهای خیش، پس هر که را مثقال ذره نیکی به کردار بود به او باز گردد و هر که را مثقال ذره بدی همچنان به او باز گردد. و زمین می لرزید و زمان می لرزید و ما می رفتیم افتان و خیزان و گام ها همتنین این زمزمه وار که من از کدام سیاره در یک شب گرفته تاریک ناگه تر از سقوط شهابی خود را میان وحشت و تنهایی خاموش یافتم. وین رنج ترد و تبعید پادفره کدام خطا یا گناه بود؟ چشمم سخن نمی گوید. آن خط ارتباط، آن سیم، آن نسیم گسسته است. گیرم که پیش از این پیک و پیام اهل زمین سوی ماه بود. این آشیانه بیمرغ است. دیریست این زمان که پریده است از درخت داری که روزگاری نامش نگاه بود. در سینه خار پشت پسین می رفت که حرم خورشید از صحرا واستاند. به سایه نخلی رسیده بودیم و تنگ آبی گرد همچند صفحهی صاف چونان که آینهی در آب می نگریستم. آن مرد، مرد همراه هم، گفت آب آینه است. در آب شستشو کن، با آب گفتگو کن، در آب نیک بنگر. نقش ها در آب عیان بودند. گفتم آینه سکندر جام جم است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. شماری چند پیر پلنگان می دیدم با چشمها به ژرفی حیرت، با پیسه ها به زخم و چرک نشسته و فخر پوست گران در حقارت گرگینگی شکسته از بس شکنج تازیانه نهسر. بر فرق هر یک نازکتار ریسمانی نهان و آشکار و ریسمانگردان در پس دیوار. چوبین کاسهی جرمندود برابر هر یک پرگند و زردینه. زمان زمان پوزان در آن می آلودند که این ما خورده ایم به درازنای عمری، این ما خورده ایم. ناله کنان گفتم می شناسمشان که از این پیش دیده بودمشان به نوجوانی خیش، که ایشان نیز جوانتران بودند و هیچ جوان را پیران سر بدین شومی فرجام مباد. در سینم خار پشتی
تن درشت می کرد و اندرونه می خراشید. هر خار او زوبینک ترحم، حیرت، نفرت، عزت در میان نبود که اینان به تمام ذلت بودند. آوار شب به سینه صحرا نشسته بود. من خواستار آتش بودم، جویای روشنی. آن مرد همراه هم می گفت: بر سینه بلند گداری گویی جرقه‌ای دیدم، من می روم، شاید که آتشی. می رفت و کوه روشن بود. بانگ مهابتی غلطان 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 بر صخره ها، پژواک واژه ها، تن 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 تا گوش می رسید. در دست ها چه داری هان؟ این اساست یارب، چوبیست تکیهگاه تن ناتوان من. با آن چه می کنی؟ من خیلی گوسفندان را با آن به راه می آرم. دیگر چه؟ آه، با آن خاشاک خشک را از پیش راه می رانم و سودهای دیگر با او هست. اکنون بیفکنش. این اژدهاست یارب، این اژدهاست. در گیرودار حیرت می گفت: بنمای خیش را ربی. آیا تو تاب می آری؟ آری آری آری. تندر شکست، صاعقه ترکید، وان صخره پاره پاره فروری. افتاده بود مرد مدهوش آنچنان که ز مادر نزاده بود. اتراق کرده بودم در آن درشتناک بیابان. شب بوی زنگ آهن فرسوده می فشاند. شب نوحه بود و تنهایی. دیگر نه بانگ مرغی، نه میش‌های روشن چشمک زن. ابری ایستاده بود، پلاسی زخیم و تار. تنها چگونه باید رفت تا بارگاه وحشت فرعون، تا مارهای زهری جادو؟ بیدار مانده بودم، مینای دل سپرده به دندان سنگ ها. فردا به راه خواهم رفت، فردا برهنه پا، بیمرد مرد همراهم. اردیبهشت تا مرداد 1363.